به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از صحیح هندری، وزارت دفاع افغانستان خبر میدهد که یک تجمع گروه طالبان عصر روز گذشته در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب هدف نیروهای هوایی قرار گرفتند و در نتیجه به شمول یک فرمانده این گروه 13 تن کشته شدند. در این حال وزارت دفاع اعلام کرده است که حملات طالبان در ولایت‌های فاریاب و نیمروز با کشته شدن 24 جنگجوی این گروه مهار شده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، طالبان عصر روز جمعه در ولسوالی یلینگه ولسوالی قرغان و روستای خجر آباد ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تجمع و قصد حمله بر مواضع نیروهای دولتی را داشتند. به گفته این وزارت، نیروهای هوایی در یک اقدام به موقع تجمع طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه 12 جنگجوی طالبان کشته شدند. گفته می شود که در این حمله یک قرارگاه، چندین اراده موترسایکل و تسلیحات جنگجویان طالبان نیز تخریب شده است. وزارت دفاع ملی همچنین گفته است که شب گذشته طالبان مسلح بر پاسگاه های امنیتی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری 12 طالب کشته شدند. این وزارت درباره تلفات احتمالی نیروهای امنیتی و دفاعی در جریان این درگیری چیزی نگفته. از گروه طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. سی و یک طالب با 4 سرگروهشان در قندوز کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 50 طالب در ولایت قندوز و قندهار خبر می دهد. فواد عمان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، می گوید که نیروهای امنیتی افغانستان با حمله پیشگیرانه بر یک تجمع طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، 31 تن از اعضای این گروه را با 4 سرگروه به نام نهادشان کشتند. وی به صحیح نیوز گفت این گروه طالبان در حال پلانگذاری حملات بر بخش‌های از این ولسوالی بودند که روز گذشته مورد هدف نیروهای ملی دفاعی و امنیتی قرار گرفتند. و گفته وزارت دفاع ملی، در این حمله پیشگیرانه 31 تن از طالبان به شمول 4 سرگروهشان به نام‌های عبدالله مشهور به هجران، خیرالله مشهور و قاری احمد، جعفر و قاری حفیظ کشته شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به صحیح نیوز همچنان گفت هویت 12 تن از کشته شده ها تثبیت گردیده است که به نام های مجنون مشهور و اصل، ملا عبدالحق، عبدالله، قاری زبیالله، قاری جواد، اسمت، عبدالعمر، زرقاوی، اکرام الدین، ملا مجاهد، قاری دلاور و حبیب الله حبیبی می باشد. وی افزود در این حمله 24 طالب دیگر نیز زخمی گردیده است. بر بنیاد یک خبر دیگر، شب گذشته در بخش‌های ولسوالی شوالیکوت ولایت قندهار نیز 7 طالب کشته شدند. طالبان در این مورد تاکنون ابراز نظر نکردند. همچنان صحیح نیوز گزارش می‌دهد انفجار ماینجان پدر و فرزند را در سرپل گرفت. پلیس سرپل تایید کرد که انفجار ماین ریموت کنترل طالبانی در مربوطات شهر سرپل منجر به کشته شدن یک مرد و یک پسر جوانش گردید. همچنان صحیح نیوز گزارش می دهد 12 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز کشته شدند. مقامات امنیتی نیمروز به صحیح نیوز می گویند طالبان شب گذشته قصد حمله بر این ولسوالی را داشتند، اما نیروهای ملی و دفاع افغانستان از این حملات جلوگیری کردند.
واکنش طالبان به اظهارات عبدالله در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی. طالبان در واکنش به اظهارات دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفتند که قرار بود مذاکرات بین الافغانی هفته آینده آغاز شوند. گفتند که برنامه برای آغاز این مذاکرات در هفته آینده وجود ندارد. شیر محمد عباس رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان بر رویترز گفته است که هیچ گفتگوی صلح با مقام‌های افغان برای اوایل ماه سپتامبر برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه روز گذشته در یک کنفرانس در کابل گفته بود که گفتگوهای بین الافغانی هفته آینده آغاز خواهد شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفتند که در روند سال پیش بینی و نگرانی هر دو وجود دارد و از این رو مردم به یک تصمیم دشوار روبرو خواهند بود. لوی جرگه مشورتی سال ماه گذشته در قطعنامه 25 ماده‌ای با رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی این زندانیان را امضا کرد، اما از این میان 80 تنشان آزاد شدند و 320 تن دیگر هنوز رها نشدند. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان مذاکرات بین الافغانی باید در 10 مارچ امسال آغاز می شد، اما تأخیر در روند مبادله زندانیان حکومت و طالبان سبب تعلیق مذاکرات شده است. و در پایان صیحون نیوز نگاشته است. مقامات ولایت زابل به صیحون نیوز تایید کردند که در انفجار ماین کنار جاده طالبان در ولسوالی شاجوی این ولایت 3 غیر نظامی جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. همچنان گزارش ها می رسانند که در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دو انفجار پی هم رخ داده است. تا هنوز جزئیاتی از این انفجار در دست نیست. تشکر از توجهتان برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما. لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.